سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خب ما دو شب عالی رو داشتیم. امشب شب من هستش و خیلی شب خاص و هیجان انگیزی هستش از نظر خودم. خب الان من اومدم اینجا میخوام مرغ بخرم و میگو بخرم. من غذاهامو الان اعلام میخوام بهتون بکنم. من قراره مرغ ترش درست کنم، مرغ ترش شمالی و باقلی قاطق و برای پیش غذا هم میگو. حالا الان اینجا میخوام، فقط اینجا اومدم برای اینکه اینجا به شدت بهداشتی هستش و به شدت توی این دوره و احوال بهداشت رو رعایت میکنم. ببینید حتی اجازه نمیدن که ما داخل بریم. سلام، خوبی؟ سلام. من فیله مرغ میخواستم اگر که داریم. ساده باشه، مرسی. تیکه باشه. آره یه لحظه میشه ببینمش این بستتونو؟ من از این نمیخوام ها، رون مرغ، در حقیقت رون مرغ میخوام. آره آره اشتباه گفتم، فیلی ببخشید. چه بدم؟ خیلی ممنون، مرسی. واقعا این اولین باریه که من یکم دارم غذامو دیر درست میکنم، یعنی یکم دیره به نظر خودم، ولی خب من دستم تنده، ایشالله که درست بشه، ایشالله که همه چی خوب در بره. از آن چقدر شد؟ من چقدر باید بکشم؟ سلام، خوبی؟ خسته نباشیم. من سبزی خوردم میخواستم ازتون. آماده دارین؟ من ریحون فقط میخوام. این داره تو؟ ریحون چی داره دیگه؟ خوردن دیگه، هر چی بخوام. سبزی خوردن؟ در مورد نمره شهره راستی میخواستم بهتون بگم. بفرمایید. من هنوز یه سر دو دلم در موردش واقعا، چون به نظر من غذاش بدی من بچه میزنم، غذاش از نظر من یکم مشکل داره، یعنی ایرانی نیست. یعنی ما میگیم شام ایرانی و من دارم فکر میکنم که لازانیا آیا ایرانی هست یا اینکه نیست. بابا دست از سر من برداری تو رو خدا، دو دقیقه بذاری واسه خودم باشم. سلام آقا، ببخشید من اینقدر من آقا بیرون هول میکنم، من لای درگیر کردم. خوبی شما؟ قربون شما. ببخش من یه چند تا چیز میخواستم. سس خردل میخواستم یه دونه، اگه میشه بر من بیارین. پودر سوخاری هم اگر که، آره دست شما درد نکنه. ببخشید من اینجا نوشتم یه چیزایی رو. این هم از خریدای من. ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم میرسم نمیرسم. نزد دیر نشد. من اگر نرسم تقصیر شماست. خب امشب نوبت من هستش و مهمونی قراره که اینجا برگزار بشه. من الان فعلا دارم چیزایی که حاضر میکنم برای ویلکام هستش و برای ورود مهمانان هست. خب تم امشب من تم قاجار هست. من دلیلی که بخوام براتون توضیح بدم که چرا این تم رو انتخاب کردم، به خاطر اینکه از رنگ و لعاب لباسش خیلی خوشم میاد همیشه و دوست داشتم که ما یه ذره متفاوت باشیم جلوی دوربین و فرق کنیم. یه چیز خیلی بانمک دیگه ای که دارم اینه که میخوام با آفتاب لگن قدیمی دست و روشون رو بشورم، روشون رو نه دستشون رو فقط بشورم، که این خیلی بامزه است. بعد برای ویلکام هم، یعنی به غیر از میوه که حالا رو میز هستش و اینها، من یه چیز بامزه‌ای دارم که اینو حتی به عنوان پیش غذا هم و حتی مثلا دسر بعد از غذا واقعا میشه استفاده کرد، که خیلی بامزه است. سیب هستش که من الان دارم خورد میکنم، موز هستش که اینا رو هم همه رو خورد میکنم، با دارچین رو عسل قاطی میکنم و خیلی خوب و خوشمزه میشه. میخوام دوستم معرفی کنم، عاطفه غزنفری دوست من. سلام. که بیا جلو عزیز دلم. دوست و دستیار و همکار من هستش توی همه کارها و کنار من هستش و امروز هم اومده که به من کمک کنه. البته بهتون بگم خیلی اهل آشپزی و این حرفا نیست، یعنی خیلی هم خوشش نمیاد، ولی بیشتر اومده که اینجا کنار من باشه و کمک من باشه. عاطفه جون همه چی اوکیه؟ همه چی عالی. خب میخوام بهتون بگم که من شام امشب هم خیلی شام خاصیه. شام امشب من مرغ ترش است. خیلی شبیه فسنجون درست میشه، یعنی به این شکل هستش که
شما اول پیازه رو درست میکنین، بعد گردو میریزین توش، بعد هم سبزی مرغ توش که اصلا سبزی معطر شمالی هستش رو میریزین توش و کم روغن خیلی، و بعد با رب انار و از همه مهمتر رب نارنج هستش که این خیلی آروم بعد بپزه. من به دلیل شهره سلطانی عزیزم که بالاخره گیاهخوار هستن، مرغاشو مجبور شدم که جدا درست کنم، یعنی مرغ یه سمتی هستش جدا میذارمش و خورشش هم جدا میذارم که خانم شهره خانم بتونن که میل بفهمه. خب من پیش غذام، یکی از پیش غذام سمبوسه هستش که درستش کردم، سفره رنگ فلفل رو داشتم، پیاز داغ اول درست کردم، بعد گذاشتمش کنار، بعد سیب زمینی رو خلالی خورد کردم، سرخش کردم، بعد همش رو با هم دیگه سرخ کردم. من گفتم که به خاطر اینکه شهره گیاهخواره من دیگه گوشت شهر کردم. الان از این نون یوفه هستش که میخوام توضیح بدم که چطوری هستش. این اول به این شکل درستش میکنی، میبینی؟ بعد اینو اینجوری فشار میدیم داخل کاملا. من گذاشتم بذاره موادم خنک شه، برای اینکه وقتی که داغ باشه یا ممکنه که این نون خراب شه. اینو کاملا فشارش میدم به این طرف. خب ببینی خوب به این شکل. خب این اینطوری، بعد اینو برش میگردونم به این شکل، میبینی؟ بعد این میاد این رو، این هم میره این رو، یه همچین چیزی به این خوشگلی شد. هیچ کس نمیتونه اینجوری مثل من کار کنه. نسیم ادبی شنیدم آشپز خیلی خوبیه و خیلی با سلیقه است. حالا میبینیم همه با هم دیگه. بهش نمیاد خیلی قهار باشه با اینا. گیتی خانم که این همه قهار بود، بازم من تا فیلمشو نبینم باورم نمیشه که اون دسر به اون خوشمزگی رو خودش پخته باشه و درست کرده باشه. به نظر من آواکار کار آواز، چون کلاس رفته و استادیه در این کار. هنوزم بر این باورم که آوا درست کرده، ولی الله خودشون میگم من درست کردم. حالا فیلمش میاد دیگه نون دیگه. بعد منم تیتر میزنم زد فیلم لو رفته یه آشپزی دختر فاطمه گودرزی. یه چیز دیگه هم که میخوام بهتون بگم، من باقلی قاطق قراره درست کنم که موادشو گذاشتم که اونم اول پیازاق و سیر و پیازو با هم دیگه تفت میدم حسابی، بعد باقالیه که مال باقالیه همین مخصوص باقالی قاطق هستش رو توش میریزم حسابی تفت میدم و با خود شیبه، شیبهش خیلی زیاد نباید باشه و بعد میذاریم که آروم آروم بپزه و بعدش هم که تخم مرغ و بقیه چیزا. حالا اگر ایشالله به من اجازه بدین، فرصتی بدین، من برم لباس قاجارم بپوشم و خودم رو ابرو پیوندی بکنم یک جوری شبیه و تبدیل بشم به انیس الملوک و بشینم منتظر مهمان ها. متشکرم. نسیم امیدوارم که فقط خیلی پر اومده باشی تو میدون، وگرنه من میبرم. ببینیم چه میکنن امشب، چه در مورد تم، چه در مورد سرگرمی یا سورپرایزی که ممکنه واسه همه ما داشته باشن. وای فریبا سلطان، سلام علیکم. چقدر دیر کردی؟ خدم و حشمتان کش. از تو بعید بود. بیا داخل. آقامان کجا؟ حال چطور است؟ خوبی؟ برای تان گلی آوردم، یک سر جوانتر به نظر بیایی. از شما بعید بودم و کوچک. خدم و حشمی نیست بگیرد. میگوستی با خودم می آوردم. داخل شبی؟ داخل شبی؟ عاطف و دوله؟ دوله؟ بگیر. دوله بجنب. بجم عاطف و دوله. بگو برای چند تا خدم و حشم جوان بیاورم. دارم شما نگران نباش. برو بنشین. کلاش همین است. اینجا کنار من. اینجا کنار من خواهش میکنم. به ما گفتن اونور بشی. فریبا و سلطانه. بله. حال شما سلطان هم صدایم میزنن گاهی. سلطان. سلطان دانی. خیلی خوش آمدی عزیزم. حالت چطور است؟ خوش شد. یک چای نیاوردم. حتماً. عاطف و دوله، آب برای شستن دست‌ها. ما منتظر فریبا و سلطان بودیم دیگه. شیدمان زیبایی. کار خودت نیست میدونم. بله، کار خودم است. بیا عاطف و دوله از این سمت. بله. شرمنده. نسیم و سلطانه تازه کار هستیشون؟ بعدی عاطف و دوله. بفرما. کمی گلاب میپاچوندی توش. پاچوندی چه خوب شده. گلاب دارد عزیزم. کافیست. عاطف و دوله دستمال. عاطف و دوله بگیر. بگیر این دست. بله. دیگر نده. همون
اونو که میگیری برو بیرون. اونم ببرم. بدو بجنب. ببخشید تازه کار است. عاطف و دوله نوشیدنی. چشم خانم کمی با زیر دست مهربان‌تر باشید. حالتان چطور است؟ ما هر چه داریم از شما داریم. من از شما یاد گرفتم گیتی و سلطان. که داد و بیداد کنی؟ بله، رفتار با زیر دستان را. مهربانی بهتر جواب میده. خیلی متشکرم گیتی و سلطان. همه کارها رو کردی که مردت هوایی آورد بالا سر. روسریم را دیدی؟ اصلا دیدم. قشنگ است. جدید از فرنگ آمده. مروارید رویش است. ننداخته باشندش. شما لباستون خوشگل است. از کجا؟ یک طراح پاریسی برایم دیزاین کردن. کی کرد؟ یک خانمی هستن. پقی زندگی میکنن و این رو برای من دیزاین پقی و دیزاین کردن و اینتری دیزاین خانمم ایشان انجام. خدا را شد چون خیلی شبیه یک نمونه ازش در مولوی جدیدن دیدم. ببخشید تا بوده همین بوده فیکش را از روی من میدوزن مزام کردم. فریبا و سلطان من که میدانم شما همیشه اصل پوشید. با علنگوها را ببین گیتی و سلطان 24 ایار هست راست پیشه از رنگش پیداست. ببینم یک لحظه. ببینید وای وای آتف و دوله سری چشم. سری باش آتی جان. چند میگیری منزل ما بیاری؟ آتی هیچی فقط برای من کار میکنم. چشمون سری باش. قهوه است بخورید. خواهش میکنم گیتی و سلطان شما دوست دارید مخصوص شماست. پیشمردم قهوه قجری. قهوه قجری باید ترسید. گیتی و سلطان پیشمرگتان رو نیاوردین قبل از آن قبل از ما تستش کنن. برو آتی. آتی جان قبل از ما تستش کن شاید زهری درش اتفاقی داشته. آتی جان مهمان به قهوه قجری کردی دیوار دور خانه ما چی نیست نمرد زنده من. برو چه شما که میدانید من عاشق شما هستم. آره شما که میدانید من عاشق شما دو نفر هستم. خیلی شما را دوست دارم. چرا باید شما را بکشم؟ خودت میدانی چون اجاقت کوره. آتی بله خانه جنس را بیاور. چشم خانه راستشو بخواید من همیشه وقتی... کرش زیاد است. راست میگویید؟ وای آتی دارم برایت. آتی درست کرده میدانید چون با شکر دوست دارم ولی باور کنید عسل ریخته توش. من ازش خواستم اصل جنس را بیاورد. این جدیدن از فرنگ برایم آمده. خواستم شما ببینید. چقدر زیباست. خوشگله. خانم کجا بذارم؟ همینجا. بله همینجا بذار. قشنگه. یک زن دیگر رو هم دعوت کردم اگر شما صلاح بدانید. شنیدم که جدیداً به عقد شوهر من در آمده. کیست؟ آن عجوزه کیست؟ خودم میکشم آتش میکنم. فریبا و سلطان شما آرام بنشینید. میدانید که هیچ کس روی دست ما نیست. این چیز روی دست من خدا مرگم به در قضاییم از مانده. پس که آشپزی کردم از سلطاله برای شما. الان میآید میبینیدش. همچین مالی نیست. سوگلی من که نیسته مثل سلیقه خودمان هست. میدانید دقیقا همان مدلی هست که شوهرمان دوست دارد. اجازه بدهید اسمش رو به شما میگویم. ای وای آمد آمد. حواستان باشه اصلا بهش رو ندید گیتی و سلطان. اصلا بهش رو ندهید. با اجازه از خودتان پذیرایی کنید. خرما هست بخورید. دل من برایش میسوزه. اون بر اون بر بیرون. سلام. سلام بفرمایید. خواهش میکنم بیام تو. ببخشید حال شما خوبه؟ متشکرم. شما؟ من یه آدم کنجکاوم که گفتم بیام یه سلام. ببخشید یک لحظه خواهش میکنم من شما رو نمیشناسم. من شهره شهره سلطانی هستم. کی شما رو دعوت کرده؟ منو راستشو بخواهی یکی دعوت کرده. اگه اجازه بدین من بیام بشینم. ببخشید یواش یواش بیای. بفرمین خوبم. آدم خوبیم. تشریف بیارین. خوش آمدین. برای دستبوسی آمدین؟ نه بفرمایید. خواهش میکنم ببخشید من اصلا ایشون رو نمیشناسم. یعنی اصلا مهمون من نبودن. ولی خواهش میکنم بفرمایید. الان همتون زنای
نه خیر بنده نیستم. ببخشید شما، من اصلا شما رو نمیشناسم. کی شما رو دعوت کرده؟ من اگه عمون بدین فکر میدم زن جدیده. تیپ به هم زدی؟ از کجا اومدی به کجا میروی؟ زنه که هستی. همین، از کجا اومدی؟ کی دعوتت کرده اصلا اینجا؟ والا به خدا ما رو نشناخته هنوز. آتی بله خانم بودو، شما چه سربند زیبایی داری. آره واقعا زیبا. من برای اینکه یه ذره شبیه شما بشم اجاره کردم. اجاره چی؟ از فرنگ آمده؟ نه اینا رو یه جا از اجاره میدن. ببینید من از زمان حال اومدم. من با ماشین زبان قهوه مدم. بخورید لطفاً. آتی اشبه نریز بخورید. قجریه من اصلا عمرم. آتی بجا. چشمم کسا پاتون خانم. نه 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 نه. این سیبو دارچین میکنم. سیب و موز و دارچین بفرمایید. خواهش میکنم. این برای ایشان است. از خودتان میگفتیم سلطان. گیتی و سلطان. بفرمایید گیتی و سلطان. ببخشید برو بیرون. شرمنده. از خودتان بگو بیشتر آشنا شویم زودتر. من شوهر سلطانی هستم. سلطان. ما سلطانی نداریم عزیزم. ما سلطان داریم. فریبا شما شوهر سلطان هستی. نسیم و سلطان. نه عزیزم من فامیلیم سلطانیه. شوهره سلطانیه. خب خیلی علاقه‌مندم به قدیم و اینا. دوست داشتم بیا ببینم زمان قدیم چجوری. با یه نفر صحبت کردم منو با ماشین زمان آورد اونجا. ماشین زمان چیست؟ ماشین زمان ما گاری داریم با چهار اسب. اگر خواهی دور شهر رو برایت میچرخانیم. ببین ناراحت نباش، با ما راحت باش، ما همه زن هاشیم. من اگر تو هم هستی بگو، ما همه با هم کنار میایم. من شوهرم یکی دیگه است. یکی دیگه است؟ آخه الان زمان ما فقط مردا یه دونه زن حق دارن. خدا مرگم بده. چه مردایی؟ یک دونه زن مگر میشه؟ دیگه به اون مرد نمیگه امکان ندارن. مگر روزگارشون نمیسن یه زن دیگه بگیرن؟ فقط یک زن مگر میشه؟ شما مگه میشه خیلی خوشم اومد. ایشان حالشان خوب نیست. ببخش خب دوستان عزیز، چون میمونی پیش ما امروز؟ اگه اجازه بدید که من خودم مهمون شما باشم. من میدونیم شام درست کردم. شام سلطانی عزیزم خیلی دوستش دارم. ما مهمون داریم شام درست میکنیم. جان دلم کمی فاصله اجتماعی رو لطفا بس کنیم. ببخشید من میخوام اگه اجازه بدهید برم و پیش غذا رو درست کنم. اشکال ندارم. نه من از شما ولی خیلی خود خیلی باقا قشنگین. ببخشید من شنیده بودم سیبیل دارین همتون. نه سیبیلاتون چرا؟ سیبیلا برای رعیت هست. ما روشو پوز زدیم الان. آخه ما هرچی عکس دیدیم توپل مپل نقاشی شده. سیبیلا همه فتوشاپه. با اجازه من بروم. با اجازه من بروم تا شما دارین صحبت میکنید. با اجازه یه قش انداز بگیر از ما.
بچه ها خیلی ممنون. شهر جون مرسی. گیتی جون متشکرم. آره نه بچه ها خیلی متشکرم. دم همتون گرم. من الان پیش غذام آماده کردم. خیلی لطف کردین. ببخشید گرمتونم شد دیگه با این لباسا. اگه که دوست دارین میتونین همینجوری باشیم. اگرم نه که میتونیم لباساتون رو یه ذره. نسیم واقعا تمت قشنگ بود ولی واقعا من با شرایط فرصت نکردم اصلا لباس خیلی خوشگل. عالی. عالی منم بابا بزن کدوم از تو بغچو و چمدون و کشو و نان در آورده باشه ولی من خیلی خوشمزه است. بخور گیتی جون شما نخوردین ها بخورین دیگه. خب بچه ها پس من برم اون پیش غذا رو بعد از اصلا آماده کنم براتون بعد صداتون برو ببینیم چه کردی. من کلی تو برنامه دارم رفا اجازه بدین من دعوته نیستم یعنی خودشو بکشه که پاره کنه چی؟ اون بعدی میگه که علی ما زاد بالا بدن اونگه بالا بدیم؟ آه نه بیا بالا بشین نه من تو مرام هم اصلا شیش بالاتر نیست همون خوبه ششتاییش ششتاییش بعضی ها میدونم باشی میگه ششتاییش اگه به این بالا بدم خودم چی؟ خودم میگذم من به قرآن خیلی زحمت دارم میتوشم بچه دارم من این اسپازی خوشم شوهری دارم که دست سیاه و سفید نمیزن بچه همش کوششم این بریه سه چهار نفرم آورده دورورش داره میبریگم من دارم ما دستن ما بودیم مثل آتی و دوله چقدر خدم و حشم داره واقعا باورش شده تو دوره قجر داره زندگی میکنه الله و اکبر نه این همه بزار و بزار اینه برای ده دیگه فکر کردی چی مثلا نمیخواست امتیاز بگیره عاشق چه شب رو من تو نه صابخونه گشنه مونه چه بچه صابخونه شور صفا دیدی چی رسی میگونه با سر من رسیدم بفرمایید خیلی خوش آمدی مجددا من معذرت میخوام از اینکه دیر شد خانم فرباجی بله بله عزیزم دست شما درد نکنه خواهش میکنم اینجا بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون هم تو قاجه هم تو چند سرم بفرمایید عزیزم خدمت شما جالب اینه با مزه است خردل و این هم که بله خردل و این هم که سوء قرمز قرمز معمولی خودمون بله عزیز دلم بفرمایید تا شما داری پشت سر من حرف میزنید من چه کنم اینم دارم کارت دیر میاد تا من گرم باشه عزیزم بگینا بگین قربونه شما فعلاً دیدی این کارش میکنم استاپ من اومدم به هر سرعت کار من بفرمایید عزیزم مرسی بفرمایید خانم چون فقط کافیه لب تر کنی فقط کافیه لب تر عزیزم بفرمایید من چون حالم خوب نیست تو خودم داد نزن بزن صدای منم بله چش بفرمایید صدا خب الان یه سکوت بدید 3 2 1 سکوت بفرمایید خواهش می‌کنم خب من با چی نوریزم الان دی دیگه چی میخواییم؟ نه میگم من معذرت رو الان میگم بودخ آتی خانوم اشکال نداره میدونی آتی وقت تازه کار اومد اینجا داره کار میکنه خیلی وارد نیست و خاطر همین خب نمیدونه دیگه مثلا تو دو تاش گذاشته تو یکیش نذاشته دیگه بس که هول شد اشکال نداره خوب خیلی خوش اومدی قیافش که خیلی خوش گله راست میگی؟ به خدا خوبه؟ حالا به من بگو شرا تمت رو قاجار انتخاب ببین بفهمید دیگه سری بجو ببخشید یه ذره کمکاری میکنه من تمم و شهر جون خیلی خوش اومدید واقعا ببخشن گیر شد اینا رو ببینید بخور میخوری تو راجا من که گفتم همون روز اول خیلی دست بختم یعنی دست بخت خودم رو نمیتونم بخورم تامتون تامتون خیلی متشکرم دو عروسیت عزیزم انشالله من دوست داره تو خود آقا براش دعا کن انشالله یه مرد خوب براش پیدا بشه انشالله مرد خوب برای کرونایی آره استفاده کنم خیلیش کنم آره شهر جان داشتم بهت گفتم دیگه خلاصه من خیلی دوست داشتم این تمو به خاطر اینکه گفتم یه مقداری متفاوت باشه با مثلا بقیه چیزایی که هست و بوده و اینا یه ذره من این فرم خودم شخصا خوشم میاد
قشنگ. حالا مثلا ببین تو چقدر ماشاءالله خوشگل و اصلا گیتی جون که داره چقدر خوشگل میاد، اصلا خوشگل تر میندازی، داره چقدر خوشگل تر. ببین من هر چی میگم گیتی جون، ولی حالا یه چیزی بگم، من خوشگل میشم تو این تمپو بشینه کاپ زیاده. عزیز دلم ببخشید، من عادت دارم به پذیرایی. من شما تند میخوری اگه بدی که درست درد نکنه. بفرمایید، ببخشید، دخالت نباشه. خوشبخت باشم بچه‌ها، ولی خدایش کاری ندارم. میدونستین که در مورد دوره قاجار برات بریزم عزیز دلم؟ شما که تو نمیخوری، شما که دارین خانوما. من دارم خیلی خوب دوره قاجار ولش کن، خودمون بعد میگیم امتیازش گرفت، شرمندم به خدا، اصلا استرس میگیرم. امتیاز بهش قضا چی که میخوام. خب شهر جو میدونستی اصلا قاجار، حالا اینش با مزه، من اصلا داشتم فکر کنم مثلا اگه برم یه ابر چیزی هم بپوشم، برای اینکه زنای دوره قاجار خیلی چاق بودن، یعنی هر چی چاقتر بهتر. من باب شبنما رو بازی کردم، خانم کابولی نقش انیس و دوله رو بازی کردم، من مریجک شاه بودم. خانم کابولی که لاغر خب دیگه تئاتر دیگه فرض نمایش باشه. دوست دارین غذا رو؟ من که دوست دارم بپوشم مریجک خود تعلیم. نه نه حالا ولی چون من بدونم چه خوب شده گیتی جان، دوست داشتین؟ خیلی راست میگین شوری جان، شما عالی عزیز. ای بابا خیلی خوشمزه است بچه ها. من اتفاقا میخواستم سیبیلم بذارم بیام، ولی بعد فکر کردم ممکنه بگو باحال میشه. ببین میدونی چرا داشتم از این کربه؟ ببین میدونی چرا زنای قاجار سیبیل میذاشن؟ علش رو میدونی؟ چون آبشگر نداشت. نه نه اصلا تو نی، برای اینکه ژنشون بوده دیگه. نه ناصرالدین شاه خودش خیلی سیبیل کلوف بوده، بعد دوست داشته زنا شبیه اون بشه، بعد زنا به تقلید از هم دیگه هی سیبیلاشون رو پرتر میکنن، مثلا مورد توجه شاه قرار بگیرن. فرق میکرده یه مراسم میذاشم شما کنن سیبیل پارتی. ببین چقدر زنه قدیم به مردشون اهمیت میدادن خانم سلطانی، والا به خدا. برای اینکه چی؟ برای اینکه 500 تا بودن. ببین مثلا عاشق مثلا بدبختا چه چیزی زنا که هم میدن بودن چه قربون سیبیلات مثلا برم مثلا نمیفته. ببینم قربون سیبیلای بلوری خوبه. آره شما آره بذارم به تخته. ببین بچه‌ها غذا چی درست کردن؟ اگه غذا اصلی خوشمزه است من دیگه تا اینو نخورم. اون بر چی درست کردی؟ آتی چی درست کردی؟ برای چی؟ خواهش می‌کنم من بیا جلو، بیا جلو خواهش می‌کنم. بگو دیگه حالا. مثلا این صداش دارم یا اون بدبخت. بفرمایید. نسیم الفرح. خواهش می‌کنم. غذای خوشمزه درست کردی؟ حالا چی درست کردی؟ تهچین درست کردن. اون غذا بابا عزیزم من تهش درست کردی بگو قربونم. من ما اینجا با اینجا هستم دارم آموزش می‌بینم. بله بله دارم. حالا تهچین چی؟ ادامه بده. باقلی قاطو، تهچین و و و و من تو رو با خودم ببرم. ببرم با خودم. از مرسی به یه خالی یکی مرغش جداست، ترشش جداست، یعنی خورش فقط جاست فور یو که عشق منی شما. یه کاری کرده امتیازه بگیره. نه 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 برای من حال شما مهمه خانم نادری، به خدا مهم که شما لذت ببرید. من دارم میبرم یه شب زیبا رو دلم بخواد برای شما بسازم. به قرآن امشب خسته نباشید به خدا. ببین اصلا تمام تلاشمو کردم برای زیبا شدن امشب، باورت نمیشه. یعنی دارم برنامه های هم سنا دارم هستی افتخار عاطفه. ببخشید من یه سر به قضیه سری من نمیتونم چون بایستاده علکی. ببخشید من معذرت میخواستم عاطفه رو نمیدونم چون یه صدام بلند میشه نارازم جانتون من شما معذرت خود چون گوشه گفت ولی خیلی این همه دسر واقعا اون لیوان تو این لیوان شما بچه میشه اون چیزای امتیاز رو بدی من جور چش خودش امتیاز رو بدم برم. من امشب یه بازی هم تر خانم هم ببخشید من کاره همانگی خرد شهر بازی پا و عله کلنگ بچه من امشب نه یه بازی هم در نظر گرفتم. خب بازیش بازی ساده ایه، یعنی بازی خیلی خاصی نیستش واقعا، یعنی چیزی که خیلی ساده است. اگه گو ولیکن برای کسی که ببازه من یه چیزی رو در نظر گرفتم، اصلا اسم تنبیه و این چیزها رو واقعا نمیتونم روش بذارم. اتفاقا خیلی هم از نظر من چیز خاص و تشبیه و جالبی هست. ولیکن من این بازی رو بیارم الان. این بازی آتفه باش بچه تو این خشنی من میدونم الان میخواد با بخور نمیشه به چوب بعد که الان محلو داری صدا کنه برو بچه ها آتفه جمع کنم یا این که آره دست نمیزه ازم خیلی خوب آتفه جان عزیز دلم ولی دوغا باشه این باشه اجازه بدین یعنی ببخشی من چون بلند نمیشم چون دیگه 70 سالم شده خیلی با کمرم رو درد کنم آتفه جان جمع کن عزیز دلم دست درد شماره اون میدم بزنید. ببینید بچه‌ها جان عاطفه به جنب بود برو دست منم. دو تا میشین. خب
مثلا من این برگه رو برم توی این برگه ها جوک هست، بیمزده ترین جوک هایی که هر کس در زندگیش میتونه بشنوه. ببینید تبحر در کسی که جوک رو داره میگه، یعنی تو به عنوان گوینده جوک باید کاری بکنی که طرف مقابل بخنده. فریبا جان اینجا شد، این شد شهره. دیدی ببین جوک ها بیمزه است، ولی شما تمام تلاشتون رو میکنید برای اینکه اون طرف مقابل واقعا بخنده. حالا من نمیدونم چجوری، یا با جدیت یا با ادا عطاری که در میاری یا حالا هر چیزی. خوبه ببینید بچه ها، اون کسی که ببازه، من یه سورپرایزی دارم. یعنی چون ما از روز اول راجع به دفاع از حقوق حیوانات و اینها صحبت کردیم، من یه حیوانی رو میارم که کاملا خونگیه، اون کسی که میبازه اون حیوان رو بغل میکنه و باشه عکس میگه. من برای گیتی رو تعریف کنم. بله شما الان برای گیتی فقط تعریف کنم. خدایا خب بچه ها بریم که بازی رو داشته باشیم. آتی جان میز واقعا کسیه ولی اشکال نداره. چشون نه دو خمچه گیر دیگه میذاری بر میداری میذاری بر میداری. خب یه سیر و پیاز دعواشون میشد. سیره به پیاز میگه حیف که سیرم بگنه میخورم اتا. داره میمیره از خنده ها. حالا چرا پشت چشم برام نازک میکنه؟ خب نخند. ماره با شیره نامزد میکنه. برای شیره حلقه بگنه از توش بفرم. جون خودم این خیلی بامزه از خدا هم تو دیگه مونده. یارو میره کله پزی چی چیزی که نزاوری طباخه بهش میگه چشم ندارم. یارو میگه توی این یه ذره مغازه کجا قایم شدم آقا؟ آن نه میگه چشم بذارم. میگه نه خودم لرزم گیره. بعدش تموم شد. تموم شد. خب گیتی جون برنده شد. فعلا برنده ما ایشون. شما میدونین ماهی ها چرا به هم دیگه دست نمیدن؟ چون بال دارن. چون دستشون خیسه. بین سیاره ها دعوا میشه، همه حقو به کی میدن؟ به مشتری. اینم خنده به حساب میاد. نه بال دارن. نه اصلا من مسخرهش کردم. مشتری دیگه هم. ماهی ها وقتی میخوان خواهرشون رو تو دریا صدا کنن چی میگن؟ خواهر ماهی. نه ماهی وقتی میخواد خواهرش رو تو دریا صدا کنه چی میگه؟ خارمانی. آبزی آبزی. بخون بعدی رو بخون بعدی رو بخون بعدی رو بخون. یارو صبح یه لیوان خاک شیر میخوره تا شب کله مله میزنه. من به خنده میخنده. تا صبح کله مله میزنه چی کنم؟ نمیتونم بخونم. تا شب کله مله میزنه که تنشین نشه. یارو خوابش سنگین بوده تختش میشکنه. یارو کدو تنبل میخره میذارتش کلاس تقویت. بچه آخو من واقعا در حالت عادی به هیچ جوکی نمیدونم. میشه الان که یه ذره بیمانگونهی بخنده. یارو رفت بانک خب وام بگیره. وام نه به وام خوشش اومد. زامن نداشت منفجر شد. خوشش درد نکنه. این هم خوب بود. قشنگ بود. نه جوکش. یعنی بچه همه شما سه تا بردین؟ نه من فعلا باختم. نه اون باخت. تو باختی. یارو رو زنبور نیش میزنه میمیره. رو سنگ قبرش مینویسن خرس خوردهش. آنگه یعنی بگم آدم خفنه خوردادش. چی یارو زنبور میزنه؟ آره از نیش زنبوره میمیره طرف، ولی برای اینکه زایه نشه بشه فقط فامولش میگن خرس خوردادش. نه برای جالب بود. خب حالا یاروی داشته ساعتیشو میمانیده به سفر ماشین یکی رد میشه میگه داری چی کار میکنی؟ میگه دارم اوقاتمو سپری میکنم. ای همه شما بچه ها من به این خندم گره. نه بابا چی خندم گره؟ آه سوخ دوبار به این رو نداریم خندی دیگه. دوتا چینی میخورم من میشکنم که این خیلی لوسه. نه خندی ها نه اصلا خیلی بینه. خب تو که الان سوختی دیگه. من تو بازی بقیهش هم بخونم. یارو سوختی که ترمزه بینه. یارو میخوره زمین برای اینکه زایی نشه بقیه. چی؟ خودی داریم این بقیه رو سینه خیز میره.
تو بیشتر باخت نسبت به آره. ما بردیم دیگه دوستا. سری جایزمون بدید، سری جایزمون بدید. نه شما که جایزه ندید، ما دو تا بعد بحث که یه حرکتی بعد برام انجام بشه. چیکار کنم؟ ببخشید دوستا، چرا من اصلا قبلش نگفتین حرکت چیه راسی؟ گفتم دیگه حیوان میارم. یه حیوان خونگی رو بعد بغل کنم. خدا شکر من از حیوان خونگی نمیترسم. چون گفته بودم که من از همه چی میترسم و اینا، ولی از اون یه دونه چون نمیترسم. اجازه بدید تا شما دارین اینجا با هم دیگه صحبت میکنین من یه لحظه برم اونو بیارم. ها مشکل نداره حاجی جان؟ از زمین کمک کنید زمین رو تمیز کنید. ما اجازه بچه جون من الان برم بیارم. خوب بچه جان سلام، من اومدم. بفرمایید عزیز دلم، بیاین داخل شما. بچه نزدیک من نیاریم. نه نزدیک شما نمیمه. بچه خیلی خوشگل بچه هم نبینیم و میدونی که واقعا مار انرژی داره. یه لحظه فازم نگیره بچه هم یتیم شده. اینا خوبی بچه های خانوم اصلا خودش مخصوص اینه که ترس رو از بین میبره، فوبیا رو از بین میبره. اصلا خود خانم ترسیده یه پوست رو نه بابا نه خانم، اصلا خودش تبحر داره در این زمینه. بیا بیا شما وایسا ما عکسمون رو بیا اینجا، بیا اینجا وایسا. بیا حالا گردنمون نه 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 کرونا است فاصله داشتم گردن خانم سکته مثلا عکس بیا اصلا بیا آتا وایسا بریم آقا. یک دو سه نه بگون میشه شو نیا بیرون. آقا با همین دیگه رضایت میشه دومشو بندازم؟ داره میزنته، داره میزنته. از میزنه. نه نمیزنه. همین دومشو بندازم. خدا جونم. واقعا آفرین بهش. چیکار کنم؟ میخوام باش دوست شم برم شاید کار مهمه. خب بچه واقعا خوب من اصلا رفیقای ما دارم. خدا هم دوستیم. گفتم. آره اصلا خب بیا حالا فرس اینجا میریزه دیگه. زدم امتحان کردم. خب میشه شما خواهد باید شما خواهد باید 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 آدم دیونه. اونم داره میاد، من دارم میام، اونم میاد دیگه نیادون. بسه. بسه در نکنه. باشه عزیزم. یه لحظه باشه. بچا آقای مار متشکرم. خیلی ممنون. آقا برو. آقا بچا واقعا من فقط یه چیزی بگم، این مار به این زیبایی تو رو خدا از پوستش، کیف، کف، اینا واقعا درست نکنی. ببینید چقدر زیباست، ببینید چقدر نازه، کیف واقعا. من یکی از علتهایی که دلم می‌خواست این مار بیاد برای اینکه میگم پوست مار همه چیزش واقعا گرونه، ولی حیف واقعا این نیستش که واقعا ما بخوایم ازش استفاده کنیم. این چقدر زیباست، ما می‌بینیمش. اگه اجازه بدید من در راستای حرفتو بیا بیا خب بزن عقل بیا بابا کاری نداره. یه دفعه سمت عمون بده نصیب عمون از عمون بفرمایید. شما که انقدر احترام می‌ذاری به پوست مار، لطفاً پوست هیچ حیوانی رو استفاده نکنید. بله بله منظورم همین بود. چند مصنوعی استفاده کنید واقعا در راستای حرفشون. منم منظورم دقیقاً همین بود. به افتخارشون، مرسی. افتخار ما رو دوست داشت. مرسی. بعدا برای هر که دلش خواست رو در واسطه میتونه با ما رو عکس بگیره. آره من دوست دارم. هستش. بیا. آره بیا. بیا بگی. پس بچه جون تو شما داری با این ما رو عکس بگیرین. آره نمیشه بچه بعدا عکس بگیرین. شما اینا رو میخواین نه یا مار بره بعدا شما. مار بره. مار کار داره. مار جون میشه بعدا بره. ببین مار کار داره فدت شم. این میگه از ما خفندن یه سر برتری. واقعا میخوای گردن بندازی. آره دوست دارم. نه بشین بشین زمین. آصف جان یا آبقا سریع آمده بکن برای شهره.
صاحب خونه؟ تشریف نمیاری؟ بله بله اومدم. رفته واسه ده. شما نیاین که ما نمیتونیم بخوریم. خب بچه ها ببخشید دیگه من دیر کردم. بفرمایید. خواهش میکنم. خب بچه ها بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید دیگه از اون سورپرایز قبل. خیلی من خواستم که یه ذره هم قشنگ بود. خیلی کار خوبی کردیم. من چند من به خوردن افتادم. البته شوری دوست دارم. از شما من عذرخواهی میکنم از اینکه به هر حال که مار بیاره بود. ترسیدی و اینا نداره. بچه ها اگه کبوترم شاید میامد من واقعا همینقدر تن رشه میگرفتم به هر حال. ولی من نمیدونم یه جوری الان فردا بعد یه چپتر باز میام همینجوری بالون من این کارو نکن. من چون به اندازه کافی راجع به حیوانات و موقع حیوانات صحبت کردم دیگه حرف نمیزنم. ولی یه روز جدای از این برنامه دوست دارم مهمان من باشیم باهاتون صحبت کنم. چشم. بچه‌ها من فقط باقالی قاطقم این شکلی شده. یعنی ما این شکلی درست میکنیم. یعنی حالت کوکوی میشه. یعنی ما یعنی چی؟ یعنی که من و فامیلام. حالا سایر بستگان. خودو بخورین تا یخ بندازین. بخاطر اینکه نمره کم نکنین من اینجوری گذاشتم. نه 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 این خیلی جالب میشه. بخوره بچا من سمت محمود شروع کردم. این توش چیزه مرغ؟ نه 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 این تخم مرغ ترچینه. بدون مرغ. نه ترچینه بدون مرغ با اون اونم توش چیزی لازمه برای شما برای آره عزیزم بخوریم. حالا ببینیم چه کردی. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. درد نکنه. بیا این مرغ ترش گیتی جان. ولی به خاطر شهره جان زحمتشم مرغ. نه من اصلا ولی کلا رو قشنگم میشه. حالا به خاطر شهره بود ولی کلا این که جدا هم باشه چیز جالب میشه. شاید باورتون نشه من حتی ماکارونی مثلا پاستا رو هم جدا جدا اونو ما هم میسن خارجی هم جدا درست میکنی. یعنی سسش رو جدا میاری جدا چون خودش رو جدا. آره من اصولا هم کار میکنم. حالا یه چیزی شما فامیلاتون اینا اینجوری سفت درست میکنین با چی میخورین؟ با پلو دیگه. با نون. نه با ما با فامیلامون آبدار درست میکنیم ولی با برنج میخوریم. راست میگی. نه ما با فامیلامون اینو سفت درست میکنیم. ما فامیلامون کل رشت. ما فامیلامون کل مازندران. تو مگه رشتی؟ من نه. نه همچی گفت چی میگین؟ کس و کار رشتی ولی خیلی داریم. وای خدایا. یعنی من خودم یه ذره الان هنوز هیجان و استرس دارم. خیلی عالی عزیزم. اصلا ماره الان رومه اینجا روشونه هم سنگیم. قلبم یه جوریه هنوز. ببخشید من عادت دارم. من و فامیلامون عادت داریم میریزین رو غذا. یعنی دست غذای آدما میکنیم. آ نه راحت دخالت میکنیم. اصلا شما فامیلی چطور شده بود ولی خدای سفتش؟ نه حالا سفتش چطور بود؟ سفته یه حالیه دیگه. احساس میکنی مثلا کوکو سبزی اون شکلی داری. کوکوی ممکنه شبیه کوکو سیب زمینی باشه. نه بایستم این بس این دیگه بگیره اینا تعدیگ هم داره. بیا از دستش در رفته. آبش کشیده شده تا ببینی من هم مثلا باقم یه کوچولو میخوری ما رو انداخت گردنم. نه میخورم. میخوام برم که ببینم آقا تعریف کرد. بچه واقعا خوشمزه است. خوش مرغ ترشش. دستش دست خودت هم. نه اتفاقا مرغ ترشش خیلی اونقدر ترشش نکردم بچه. ما ترشتر از این میخوریم. اینو فامیلاشون خیلی ترش میخورن. خیلی ترش میخوریم ما فامیلامون. ما فکو فامیلاتون چه خبره؟ یه بار فامیلات بیام ببینیمش. ببین چه حال. سری بعدی. ها سری بعدی با سورپرایز بعدی. من دارم میخورم. شما صحبت کنید من هم بخورم. شوخی درار زدید زیتونو. بله اگه یه دقیقه استاپ کنیم ما دو تا برداریم. ایستگاه بعدی ایستگاه مرغ ترش. بچه ها حالا ما چون هممون بازیگریم میخواستم ازتون سوال کنم. شما وقتی یک کاری رو انتخاب میکنین و حالا دعوتتون میکنن و میخواین انتخاب کنین برین سر کار، دلیل انتخابتون واسه رفتن یا نرفتن سر اون کار چیه؟ خودتون اول حس بگید. من بگم؟ خب واسه من اولین چیزی که اهمیت داره خود قصه است. یعنی فکر میکنم مهمترین چیز قصه است. اگر قصه پای بسته درستی داشته باشه، چکل بسته خوبی داشته باشه، کاراکترها خیلی پخته باشن و اونقدر که حالا ما فیلم نامه زیاد خوندیم میدونیم که قصه هایی که خوب نوشته میشن چجوری نوشته میشن، سکانس بندی ها، این ارتباط این سکانس ها با همدیگه، خود قصه که چقدر آدم ها باش ارتباط میتونن برقرار کنن. یعنی من برام اولویت متن. اولویت واقعا قصه است و متن.
بعدش خب مثلا من خیلی چیزای دیگه هست. بعدش چی بازیگرم مهمه که کی باشه تو کار. چرا 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 که نه من خیلی برام اینکه حالا پارتنر مهمه بر... آره ما بعضی وقتا کارگردانی اول رو نمیشناسیم یعنی رو اونا نمیتونیم قضاوت کنیم درست. که بگیم حالا مثلا این کارگردان کار اولشه نریم بریم فلان اینا رو ولی اگه قصه خوب باشه به نظر حتی اگه متوسط هم طرف باشه و یه چیزی ازش در میاد و یه کار هاوبدمنده نمیشه هرچند که ممکنه اون چیزی که آدم تو ذهنشه نشه. آره ولی به قول شما وقتی کار اولی باشه کارگردان و ناشناخته باشه اگه جفت بازیگر خوب باشن ایده های خود بازیگر هم کمک کنه به قوت خود کار. مثلا بعضی وقتا شده کارگردان خب کار اول تجربهش خیلی کمه شما رفتی ولی پارتنرت هم دوباره کار اولیه و اون خیلی دیگه کارو سخت میکنه. این اتفاق بعدیه که به شدت اخیراً این تو سینمای ما میافته. یعنی که یه نفر مثلا شما یکی از فامیلاتون هست همه جا میدونیم مثلا هم قضا مثلا آره همیشه با همه عادت کردم بهشون آره برای مهمه که باشه اینا ضربه هایی که به سینما میخوره یعنی فقط به اون فیلم نمیخوره نه مخاطب از دست میده سینما دیگه به مرور یعنی اعتمادشون نسبت به بازیگرایی هم که دوست داره از دست میده میگه نه اون معلومه به خاطر مثلا پول رفته ولی شما صرفا برای پول نرفتی رفتی چون متن خوبی داشته ولی بازیگر فک فامیل مثلا کارگردان یا حالا شهرت دیگه کسان که دوست دارن دنبال شهرت مخاطب اون وقت اعتمادش رو نسبت به بازیگر نامدار کارم از دست میده یعنی وقتی چند تا کار این شکلی میگه اون دیگه اون ذهنیت رو از بازیگر نخواهد داشت ولی من تجربه‌ای که با کارگردان با فیلم اولیا داشتم خیلی برام خوب بوده من به این نتیجه رسیدم که کارگردانای جوون خیلی خلاقن خیلی ایده های خوب دارن بچه دوست داشتین حالا طوری که اصلا نخورد من اگه حالا خوب بود من دوست داشتم من که با یه ذره ترشیش مشکل داشتم برای زبونم چون میزنه ولی دوست داشتم اونم که فامیلی اب نداره هر کس دوست نداره چیز دیگه ای بخوره چیزی که فراوون نه من خوش آمد میگم اونم که ولی مازندرانی زیاد میخوره نه خیلی ترشی تره مازندرانی هم هست مامانم اینا مامانت من بودم و مامانم اینا مامانم اینا ترش میخورن دیگه ترشی تره آره. مثلا اغلب رب نارنج توی غذاهاشون از رب انار زیاد میریزن تازه من اینو خیلی کم ریختم سبزیش خودش انار بچه انار له شده توش داره اگه نگاه کنید تیکای انار میاد بعضی وقتا این دونه انار میاد زیر دندونتون انار دو خورشت هم خیلی خورشت داره اینطوری داره مال رشته یا مازندران مال چیز خورشت گوجه سبزه یعنی میشه یه چیز سبز آره دیگه کاملا توش گوجه‌های درست خیلی من خوشمزه است آره یا انار اون که پر از انار جعفری با نانو جعفری چون انارم اینو نخوردم جعفری نه نانو جعفری گوجه سبز سبزش نانو جعفری آره ولی انار بیجم روز غذای ما یا مثلا مرغی که رب انار داره روش دیگه مرغ ترشی مرغ ناردونی داریم که فقط ربع انار مثلا روش ربع انار میذاره آره یکم ترشه ولی من سعی کردم خیلی برای شما ترش نکنمش خوب بود عزیزم خب دوستان اگر که خوردین من جمع کنم و دسر رو بیارم و همراه با دسر اون سورپرایز رو داشته باشیم من همجوری که شما دارین دسر رو میل میکنم بعد یه چیزی راجع به دسر یه توضیح بگم نه اتفاق خیلی جا یه دفعه گاو میخوام بیارم شیرشو این دفعه واقعا یه چیزی که گفتم بشور ببره یکم فان داشته باشیم با هم دیگه با اینا همین یه چیزی که میخوام راجع به دسر بگم اینه که من شله زرد دارم برای دسر و چای دارم چای با نبات دارم ولی کن چیزم دارم چی فالوده ولی فالوده رو خودم درست نکردم اشکال ندارم فالوده رو ناره نه یعنی گفتم فقط برای اینکه شما حال کنین و گفتم که تممون یه ذره تم حالت مثلا قاجار داره و قدیمی داره گفتم یه چیزه حالا این شکلی هم بریم بخوریم قاجار فالوده بوده؟ بله فالوده بوده آره. فالوده یکی چیزایی بودش که خیلی میخوردم میخوردن پشت سیبیلای زنه بچه لطفا به من کمک کنی بله به من فامیلا کمک کن که اینو جمع کنی بخور اگه واقعا حالت بده بذار خواهش نیست نه میگم
اگه واقعا حالم خوب نیست که بچه واقعا حالم خوب نیست. آره خوب نه اگر منظورم که اگر نمیتونی بشینی نه که حالت خوب نیست، معلوم که حالت خوب نیست. حالا کم بخور سخته یا اینکه نمیتونی یه ذره بخور چون بعد امتیاز بدی بعد بخوری. اونو خودش درست نکرد، اون نقاهم شل زرد. آره اون آخه زن همسایه درست کرده. بخور اونو شاره جون شما نزن. شما بخور اونو، اصلا شما به حرف ایشون گفت. ببین من اصلا براش نهی بردم. آره چی شد نشد؟ نه شما اصلا لزومی نداره بخوری. میگم هم فامیلت مامان نکرد. شما فقط دست وقت من فقط حسن جون واقعا نظر معذرت میکنم. میدونین که من اصلا اینجوری نیستم ولی اینقدر حال بدی دارم این چند روزه دیگه. انشالله شما دعا کنین انشالله که سلامت باشه. آره فردا خوب باشی برای خونه خانواده‌ای. آره تو رو خدا تو رو خدا امیدوارم. من میام یکم دوستام اصلا من خیلی تلاش میکنم وقتی میام جلوی دوربین و پیش شماها انرژیمو جمع کنم و خودم بشم ولی واقعا دیگه از توانم خارج شده. این چند شب واقعا با تلاش تو رو دیدین عزیزم و اینکه بگیم که ما هممون تست کرونا رو دادیم و هیچ کدوم به خاطر من نه هممون به خاطر چقدر خوب شد که ما هم بریم خوشحال از این بابت تست دادیم. ولی خب به حال یه آنفولانزای سرماخوردگی که تو باید استراحت کنی. منم چون ایمنیم پایینه متاسفانه شدید مریض زلی نیست توصیف بدید. قربونتون برم. خب بچه شهره رفت ولی به ثانیه نکشید. من سریع کلیه جا شماهنگ کردم آوردم سینما نامرد عزیزم نامرد آقا نباشی همینه سریع کلیه جا تو میگیره دیگر رو معرفی کنم. بله خانم مهسا ایرانیان از مجری های بسیار زبردست و از استنداپ کمدی های بسیار بسیار بابا. سلام علیکم مهسا خانم ایرانیان هستم، بر خودتون دست بزنید. شما الان تبتون قجری و اینا کلن اگر که شما تو دوره قاجار بودین الان باید هر چهارتامون بالا سر ناصرالدین شاه غم میسابیدیم. لاکردار زن که نه زنهایی داشت 2000 تا 2000 تا. من نمیدونم این دل دریا کی وقت کردی تو اینا باش چیز نامزد بازی کنی، کی بازی کنی، کی در محضر قاضی چیز بازی میدونم دست میزنیم. بله درسته. بله بعد داستان این هستش که این بزرگواری که دلشون دریا بود الان اگه تو این اوضاع احوال کرونایی اینجا بود که مثلا شما فکر میکردیم مثلا میگم آقا ماسک مثلا بریم تولید کنیم نمیدونم یه کاری بکنیم. خیلی از شوهر خانم نادری یه وام میگیره میرفت کانادا اونجا زاد و ولد میکرد کمر همت رو میبست بعد میومد زاد و ولد که میگم میاد دوباره سراغ خود خانم نادری. بله خانم نادری خیلی لرست. بله از اون جایی که ایشون به فکر زایش دومن و اولی رو شما مصف آمارتو دارم سپری کردین اینه که می اومد دوبار ناصر از فریبا می پرسید که الان چی کار کنیم که هم خلاصه ما تحقیق کردیم دیدیم که ناصر خیلی خانم‌های هنرمند رو دوست داشت. واقعا؟ بله. یه سری خانم یه بار پیانو می‌زدن. با سیبیل و اقتدار. من فکر کنم همون انیسول ولی جوراباش گوچیه. ای انیسو دولست این ببین جوراباش آره میبینین گوچی یعنی گوچی احتمالاً از روی انیس همینا تو زندگی هرش موفقن و شوهر پولدار گوچی آره میگه گوچی باز و برند باز خونه شکم دوم سوم آره فامیلی تو آشپزی دست محله اول گیم اوور شده بزرگوار داره میره واسه سه تا. مرسی واقعا. حالا یه کسی دیگه حرف زد ما یه ذره گوش دادیم ما یه ذره خوش گذشت به اون مرسی بچه ها. مرسی واقعا بابت مرسی از تو امشب ببخشی شما نخوردی الان نمره بخوای بدی به شلو زر چی میگی؟ شلو زر یه دسته دیگه هم میگی اینو من درست نکرده بودم بعد تو این دوره هم یه نکته که گفتی یه قاشق بخور میره اون پشت میگه که غذات خیلی ولی من که گوشت نمیخورم رژیکس هم خیلی هم غذاش هم که ولی عوضش با هم دوستی من بیشتر اینو میگه من ممکنه که تغییر بدم یه نمره هایی رو میشه. ببین من میگم کاش میذاشتن شب آخر آدم نمره ستاره بگه. من اینو اولش گفتم به خدا برای اینکه تو یه شب آره برای اینکه تو یعنی نمره تو پیش خودت میذاشتی بعد شب آخر بده. حالا اب نداره حالا خانم من خر داشتم خیلی گرمه من چهار تا اسخو یه روزی شب عزیزم شما کشش به خاطر من بعد هر دفعه بخاطر میدم مثلا جا به خیلی لباساست که تنمونه که ببین زنای قاجار چی میکشیدن واقعا بیچاره آره عاطفه عزیز دلم کادو رو بیار خانم ها دیرشون شده
ماشینم در منتظره. آده شورا ندیدی؟ آی تیا؟ حال شورا رو دیگه فرد بودم خیلی مریض بود گفتم حالا دستش آتا؟ گبرا آته آته گبرا بودو بیا بچه ها براتون هدیه عسل گرفتم بابا ولم کن اصلا امیدوارم که دوست داشته باشی کجاست زنبورتوش نداره که حیبون میگه حالا دیگه اصلا براش شما ممکنه که داشته اگر نشکفتی رو دست بگیر نه اونو بعد بعدم با این چاقو مانگو باز کنی و اینا آره از نه این معنی نمیبرم این ممکنه تو چیز باشه نه چرا باز بیا مال اونجا که مار برام برام آورده تو اینا ممکنه زنبور زنده برای شهره که نیست دیگه بس صورت واقعا نسیم زحمت کشیده بود. من کاری ندارم که 700 تا کمک داشت یا نداشت. ولی خود کمک گرفتن هم یه مدیریتی میخواد از نظر من که تو میتونی 2000 نفر از دوستاتو جمع کنی ولی وقتی مدیریت درست نباشه اتفاق شیرین و تمیز نمیفته. نسیم ادبی کاملا مدیریت درستی داشت روی کمکی که شاید گرفته بود برای چیدمان ها اینها خیلی زحمت کشید از گلارایی خیلی خوشگلش معلومه بهش فکر کرده تمی که انتخاب کرده بود تمی به شدت سختی بود و مثلا میگم من اگر قرار بود خودم قاجار رو انتخاب کنم صرفا فقط لباس بود و گیریم خب شاید مثلا من ترشی بیش از اندازه غذا رو دوست نداشتم نتونستم بخورم زیاد اهل تحجین نیستم زیاد نتونستم بخورم و خب طبیعتاً مرغ و این غذایی که باید تو هم دیگه باشه از هم دیگه جدا بشه دیگه اون مزه خودشو که تو هم باید ادغام بشه دیگه نمیده بنابراین میدونم که به خاطر شهره حالا به گفته خودش این کاری کرده بود که نخواد که غذایی حالا مجزاتری هم برای شهره حتما وقتشو نداشته بپزه مثل من که غذای خیلی خوبی نپختم برای شهره اینو اذعان میکنم که غذایی که واسه شهره پختم واقعا غذای خوبی نبود ولی چون خیلی دیگه داشت دلبری میکرد من صفر رو بهش میدم که بدون همیشه نمیتونی این بازی رو با ما بکنی ما خودمون استادیم آره و در نتیجه امتیازی که بهش میدم صفره که یاد بگیره نمیتونه دوستاشو به رخ ما بکشه نمیتونه تواناییشو به رخ ما بکشه تا درس عبرتی باشه برای آیندگان به هر حال من به خاطر این فانی که امشب درست کردم و به خاطر این زحمت زیادی که کشیده بودم به خودم نمره 10 رو میدم بخش من دنبالم اون 1 رو پیدا بکنم درسته یا اونوریه بنابراین من عدد 9 رو به نسیم جان میدم به خاطر اینکه فکر میکنم خیلی زحمت کشیده کار خودشو کرده حالا اگه یه چیزی رو من نمیپسندم ترشه یا چیزای دیگه یا که چرا غذاها تو هم دیگه باید بره ولی نیست جدا جداست و اینا که بهشم حق میدم غذا درست کردن و دو جور غذا درست کردن توی همچین شب شلوغی با یه اکیپ فیلمبرداری واقعا مشکله من شب گذشته حالم خب خیلی بد شد و مجبور شدم که بعد از دسر و اینا ترک کنم من یه امتیاز یعنی میخوام کم بکنم ازت اونم بابت این که دو نمره میخوام ازت کم بکنم اونم بابت این که همچنان معتقدم که حیوانات حیات وحش جاشون توی در واقع زیستگاه خودشونه با اجازت میخوام بهت 8 بدم ولی بقیه همه چیزها عالی بودش خیلی هم ممنون بازم دستت درد نکنه بازم لذت بردم پس اگه قرار بشه امتیازی بدم 9 میدم لطفا اینو لحاظ کنین ولی بدونین که غالبا میگم میخواستم اینو بدم که بدونه نمیتونه با ما شوخی کنه آره 9 تمام خیلی ممنون دوستتون دارم متشکرم دست من زده آری اجاقم کور است ولی زنی دلبر و زیبا بودم برای آقا باورم نمیشه و گیتی هنوز هم هستی بیایید کاری کنید این عجوزه را طلاق بدهید کار شماست تو فقط میتونی رو آقا تسلط داشته باشی شما چندومی هستید مگه
تا امروز که آخری بودم ولی گویا یکی مانده به آخر شدم. نگران نباشی، تا قهوه قجری هست نگران چیزی نباشی. مدامم میکشی از عشق، مدامم میکشی از عشق، در باور نمی